خوش دوباره آقای حمیدالله کبیر فرد دوم ورزش کشور با ما در برنامه هستند خوش آمدید میگم آقای کبیر را در رابطه با سفرشان به ایران و هلمند و در مجموع ورزش افغانستان صحبت میکنن در برنامه ممنون از این که آمدین در برنامه آقای کبیر با سلام و صبح خیری خدمت شما و همه بیننده های عزیز سلامت, سلامت باشین تشکر در قدم اول در رابطه با سفر ایران و هلمند صحبت کنین که چه اهداف را دنبال میکردین در این سفرها خب شما بهتر میدانین ورزشکارای عزیز ما در سراسر سر کشور نهایت تلاش خود را میکنن مخاطر کسب افتخارات ما تا چند وقتی که به اداره مرکزی آمدیم دو چیز پیش خود گرفتیم یکی از ولایت درجه اول که ولایت مزار شریف رفتیم دیدیم و یکی میشه گفت از نامترین ولایت افغانستان که ولایت هلمند میباشه از نزدیک رفتیم دیدیم مشکلاتشان هایشان و خواستشان از اداره ورزشی می باشه بر مبنای الگوگیری از این دو ولایت انشالله ما سعی میکنیم بر سال پیش رو تمامی برنامه خود تنظیم بکنیم و نهایت توجه خود بر بحث توازن یا متوازن بودن امکانات و این مسائل بر تمامی ولایت داشته باشیم و همچنین بحث ما در سفر به جمهوری اسلامی ایران توجه جدی به امور ورزش مهاجرین بود چون شکایت ها زیاد بود و از طرف دیگه استعداد های بسیار خوب و ما در ورزش مهاجرین همیشه قربانی زد و بند های شخصی می شدن خواستیم که از آنها خبر بگیریم و همچنین مشکلات و چالش هایی که در اونجا هست با دیدن وضعیت بر رفت اونا اقدام بکنیم خیلی خوب در سال 1397 آقای حفیظ الاولی رحیمی ریاست تربیت دینی را گرفتن و رئیس انتخاب شدن چقدر موفق بوده به نظر شما و چقدر دستاورد داشته در سال 1397 اداره شما خب ما در, در سال 1397 و از پنج شش ماه به ای طرف که ما هم در اداره با جناب رایمی سیب در رس رهبری کار میکنیم میخواییم تمامی کارها و برنامه های زیر ساخت ورزش داشته باشیم یعنی بر تمامی آن چیزی که در گذشته ها بر مبنای سلایق اتفاق می افتاد، نقطه پایان گذشته باشه کارهای بنیادی و زیربنایی از قبیله ای که در سطح هشت زون ما قرار است کمپلکس های ورزشی ساخته بشه که خوشبختانه دو تای هفته اخیر اولین کمپلکس ورزشی زمین از او از طرف وزارت شهرسازی و ارضی به اداره ورزش افغانستان انتقال کرد و پروسه جریان داره در هفت زون دیگه ان انتقال خواهد کرد و همچنین در بحث عزیز ما در ایجاد قانون قانون ورزش جرا برای میسه بسیار تلاش کردن و همچنین در ساخت مقررات و طرز عمل ها که برای تضمین آینده ورزشکاران عزیز ما خواهد بود تیم کمیته تقنین میال جدی بسیار کار میکنه تحت ریاست خود ما می باشه و همکاران عزیز ما که ما سعی میکنیم تمامی امتیاز که یک ورزشکار نیاز داره در این پروسه ما بگنجانیم نه تنها برای ورزشکارا بلکه برای پیشکسوت ها برای مربی و برای تمامی کسانی که واقعا در نقش آفرینی ورزش دخیل در این پروسه گنجانده بشه بحث قرنطینه ورزشکارا و خیلی از مسائل دیگه که تا به حال گنگ بوده و سردرگم بوده و اکثرا به این مسائل سلیقه‌ای برخورد می‌شده ما ان شاءالله سعی می‌کنیم که در قالب قانون مقرره و طرز ها به تمامی مسائل توجه جدی بشه و ورزشکاران ما بتوانند نهایت استفاده از زمین از, از امکانات دولت نیاز ما و ورزشکاران چی است در قدم اول خب نیاز مبرم تمامی ورزشکاران ما است که ما بتانیم آنها را در قالب تیم های ملی آنچنان که حق هیچ کس سلف نشه جابجا شود ما در سال گذشته اولین اقدام ما بود که در تمامی ولایات مسابقات انتخابی 100 درصد باید برگزار بشه با ورزشکارانی که در مسابقات تیم ملی حضور میکنن یعنی کسانی باشن که از یک دایره کلان آماده باشن و باز بعد از او در مسابقات تیم ملی اما ورزشکارا را ما سهم فعال میتیم که مکتوب رسمی اونها و همچنین جدول مسابقاتشون برای ما رسیده باشه یعنی در هیچ نو خیلی داخل نباشه و در اینجا بعد از اینکه در مسابقات ملی اشتراک بکنن برای تمامی رشته‌های ورزشی ما زمینه سازی هستیم که بتونن در رویدادهای خارجی ان شاء الله اشتراک بکنن یکی از بحثایی که امیر جدی سر از کار میکنه بس امتیازات مدال ها برای ورزشکاران است که طی چند سال اخیر اکثرا ورزشکاران تونسن مدال های خوبی را کسب بکنن امتیازات مالی شان مانده که روزا سخت سر مقرری از کار جریان داره و ان شاء الله امیدوار هستیم که برای سال پیش رو ما بتونیم بر مبنای اون مقرره برای تمامی ورزشکاران که از خارجی مدال کسب میکنند بتانیم امتیازات مالی و معنوی در نظر بگیریم یک یک کاتگوری مدالا باید ساخته شود در ریاست تربیت بدنی و معرفی شود بر مردم نظر شما در این رابطه چی است نمیدانم آقای کبیر مثال یک نفر میره مدال برنز میگیره از مسابقات المپیک یک نفر میره در مسابقات دوستانه در پاکستان بین پنج کشور برگزار میشه در جنوب آسیا مدال طلا میگیره که مدال برنز خیلی ارزشمندتر از این مدال طلایی است که این آقای دیگر گرفته و باید از طرف ریاست تربیت بدنی معرفی شود بر خب. مردم و گفته شود که چقدر اینا امتیاز داره و چقدر ارزش داره و ارزش ها را به مردم معلوم شود خب بدون شک... کلی در, سر در اداره, اداره ورزش شکشور... قهرمان است دقیقاً اداره ورزش کشور سر این موضوع بسیار جدی ما کار میکنیم که در بحث مدال ها خب همه میدانند با ارزش مدال در تمامی رویدادها مدال های المپیکی می باشه و بعد از مدال های المپیکی مدال فیدرا... مسابقات جهانی فدراسیون ها می باشه که واقعا در او اکثر کشورها اشتراک می کنن و با تعقیب از او مدال المپیک آسیایی و همچنین م... مسابقات جهانی یا آسیایی فدراسیون ها می باشه و باز با تعقیب از او مسابقات جنوب آسیا و دیگر هایی که اتفاق میفته ما در بخش بس مالی اینها نه تنها تفاوت بسیار خوب قائل میشیم بلکه واقعا برای کسی که مدال المپیکی کسب کنه بسیار امتیازات در نظر میگیریم با ترتیب از با طبقه و طبقه تا به با پایین و انشالله ان امرای تمامی مردم خود شریک, شریک خواهیم ساخت بعد از کارشناسی بسیار دقیق که ارزش تمامی مدال ها و رویدادها برای همه ورزشکاران عزیز ما همچنین برای مردم با عزت ما رونما گرده تا واقعا قهرمانایی که واقع قهرمان از رویدادهای المپیکی یا جهانی مدال کسب میکنن تفکیکشان با او عزیزان ما که از مسابقاتی که بین یکی دو کشور برگزار میشه قائل شد خیلی خوب در رابطه به نمایندگان ورزش کشورم صحبت کنین که در چه حالت هستند در چه وضعیت هستند و اونا چه خواستایی داشتن خصوصا شما در ایران رفتین و نمایندگان را دیدین خب در بحث ورزش ماجرین اکثر نماینده های ما تا به حال نماینده های انتصابی بودن یعنی بیشتر میشه گفت نماینده های ای بودن و هیچ کدامشان در قبالی که انگیزه مشخص برای کار داشته باشن وجود نداشت چون فکر میکردن اگر خدای نکرده یا به یک طریقی با در مخالفت با برنامه فیدراسون های ملی کدام کار را انجام بدن از طرف جانب فیدراسون های ملی برطرف خواهند شد ما با بحث انتصابی بودن نقطه پایان گذاشیم و در تفاهمی که با با ورزشکاران و به خصوص بزرگان ورزش مهاجرین و همچنین عزیزان ما در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران حضور داشتن داشتیم فیصله بری شد که طی سه ماه ما اول در قدم نخست بانک اطلاعاتی مشخص را از ورزشکاران و مهاجرین ایجاد بکنیم چون تا به همین حال نه بر اونها دقیقا مشخص واضح است که چقدر ورزشکار وجود داره و نه هم برای ما در این بانک اطلاعاتی تمامی ورزشکاران از تمامی شهرهای استانهای ایران و همچنین تمامی مربیان، داوران، پیشکسوتان ثبت میشه در قالب یک دیتابیس او هم به اختیار ما قرار میگیره و هم به اختیار که عزیزانی که در ورزش ماجرین فعالیت میکنند. و همچنین تمامی شهرهایشان نماینده های خود نماینده های فدراسیون های خود به شکل انتخابی انتخاب میکنن یعنی اگر در روز سه کلب یا چهار کلب باشه دور هم دیگه جمع میشن و از سه کلب یا چهار کلب یک نفر به بزرگ خود انتخاب میکنن تا این سلسله در تمامی شهرها تطبیق خواهد شد و بعد از اون نماینده مرکزی که سفارت محترم برای ما وعده کردن که انتخابات اونارا تحت نظارت خود برگزار میکنن و نماینده های خود تا برای ما مشخص میسازن تشکر از شما و از صحبت های ما ادامه داره با آقای حمید کبیر فعلا وقفه داریم <موسیقی> آقای حمید کبیر معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی با ما در برنامه هستند پیشتر گفتین که نماینده های ورزش افغانستان را یعنی انتصابی را به نقطه پایان گذاشتیم و دیگر انتصابی نمیشه پس چگونه انتخاب میشن آقای کبیر فعلا خب بیشتر هم یادآور شدم که بعد ازی که نماینده در شهرها انتخاب شد صرفا نماینده های در مرکز جمهوری اسلامی ایران یعنی در شهر تهران تجمع خواهند کرد تا مرابری سفارت ما و شما انتخابات خود برگزار خواهند کرد با طرز که مشخص ما از اینجا برشان روان میکنیم نمایندهاشون به شکل انتخابی خواهد بود ما اخیرا مکتوبی هم بر همین مبنا صادر کردیم به وزارت محترم خارجه و همچنین به با... کمیرسا به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و کنسولگیری های افغانستان در ایران که به هیچ عنوان هیچ کس دیگه نمیتونه نمایندگی از اداره ورزش افغانستان بکنه و فعلا اتشه فرنگی ما در جمهوری اسلامی افغانستان از امورات ورزشی سرپرستی خواهند کرد استدادتهای... ورزش در خارج از کشور طور که شما آگاه هستید چگونه هست؟ خب استعداد ورزشی در ورزش ماجرین در هر جایی که هستن عزیزان ما بسیار 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 خوب است فوق العاده است به خصوص در بخش ورزش بانوان ما استعداد بسیار خوبی را دیدیم و وعده که ما برای تمامی عزیزان ما دادیم ای بود که زمینه حضور همه عزیزان در مسابقات ملی مساعد می سازیم که خوشبختانه بر ممنای وعده که ما کردیم تا به حال چیزی که از طرف اداره ورزش تا مراحل از او انجام شده دو فدراسیون ما فدراسیون تکواندو و کیک بوکس قرار است که ورزشکاران ماجین خود از جمهوری اسلامی ایران دعوت بکنن با هزینه دولت و وعده ای که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران برای ما داد بود که حتی ورزشکاران عزیز ما که مو کارت آمایش دارن یا کارت اقامت دارن که یعنی پاسپورت نمی داشته باشن زمینه را برای اونها هم مساعد می که بتونن در مسابقات ملی حضور پیدا بکنن که زمینه در قبل برایشون متاسفانه وجود نداشت تربیت بدنی چقدر در شناسایی این چهره ها موفق بوده و چگونه شناسایی میشه خب شناسای ورزشکارای ما بیشتر در قالب تیم ملی میشه یعنی از زان ما بیاین در قالب تیم ملی و در قالب میدان اصلی خود نشان بتن و استعداد خود توانایی خود و ظرفیت خود به نمایش بگذارن و باز فدراسیون عزیز ما میتونن که او ظرفیت ها شناسایی برای ما معرفی و ما زمینی را مساعد میسازیم که در قالب تیم ملی بتونن در تمامی رویدادهای خارجی ان اشتراک بکنن در تیم های فوتبال و کرکت وقتی که بازیکن ها رو میبینن و در خارج بازی میکنن از اونا دعوت میکنن به تیم ملی مثلا یک بازیکن است بازیکن بوکس سوهیل در لندن به سر میبرد تمام مسابقاتش به نفع افغانستان نیست یعنی به عنوان یک کسی که کس از افغانستان است مسابقه میکنه اما به نفع افغانستان نیست اینی بازیکن را اینی ورزشکارایی که در خارج از کشور هستند و انفرادی مسابقه داده میرن برنامه های تربیت بدنی به این و استعدادات چی است خب ما در بحث ورزش ماجرین اول از کشورهای شروع کردیم که واقعا تجمع ورزشکاران و ماجرین در اون کشورها بسیار زیاد هستند مثلا ایران قدم بعدی ما ان پاکستان خواهد بود و همچنین در دیگه کشورهایی که ورزشکارای عزیز ما حضور داشته باشند و فدراسیون های ملی ما بر استعداد و توانایی توانای آنها میشه گفت مهر تایید بگذارند بدون شک اداره ورزش افغانستان ملزم به است که در قسمت دعوت آنها و پرداخت مصارف آنها همکاری لازم با فدرسون های ملی و ورزشکاران عزیز ما داشته باشند در سال گذشته چی چالش و مشکلات داشت ورزش اف... افغانستان؟ خب چالش ها و مشکلات میشه گفت در بحث فدراسیون های موازی المپیک موازی و خیلی از مسائل دیگه که بیشتر با اونها ای برخورد میشد واقعا ورزش سردرگم ساخته بود که خوشبختانه بحث فدراسیون های موازی با برگزاری انتخابات یک طرفه شد یعنی در تمامی فدراسیون ها ما فعلا های ملی خود داریم و هیچ نوع فدراسیون موازی وجود نداره و همچنین در بحث المپیک های موازی بحث انتخابات به وجود آمد انتخابات المپیک گرفته شد و خوشبختانه که در رأس رهبری اردوی داره جناب رحیمی صاحب قرار گرفتن که هیچ نو تضاد وجود نمی داشته باشه و ما سعی میکنیم با استفاده از این فرصت ها بتانیم در سال پیش رو هم در قسمت زیر ها و هم در قسمت برگزاری برنامه های متنوعتر که از جمله خواهد بود که ما در سال پیش رو تلاش خود می که میزبان و مسابقات بین المللی در افغانستان باشیم و در اکثر شهرها بتانیم برنامه خوبتر را در تمامی رشته‌های ورزشی داشته باشیم مشکلات فدراسیون شنا حل شد؟ مشکلات فدراسیون شنا تا حدودی رفع شده و صرفا منتظر به هستیم که تاییدی جانب مقابل یا فدراسیون جانیشون برای ما برسه. از و فعلا رئیس کی است؟ رئیس فدراسیون شنا فعلا رئیس فدراسیون شنا آن چیزی که از بدنه انتخابات برآمده جناب حمیدی صاحب میباشن اما آن چیزی که فدراسیون با فدراسیون جهانی در ارتباط هستند سید احسان طاهری دوست عزیز ما جناب طاهری صاحب میباشن حالا سید احسان طاهری چی میکنه چی کار میکنه اونا سخنگوی شورای عالی سال هستند و این طرف میگن که برای رئیس فدراسیون شنا هم هستم فکر نمیکنید که ورزشکاران در بی برنامگی به سر خب بحث ما یک چیز دیگه است بحث این است که فدراسیون هایی که در داخل افغانستان انتخابات شده برای اکثر این فدراسیون ها یعنی برای فدراسیون های آسیایی و, و جهانیشان در همون وقت ما فکر میکنم چون ما وقت در کابل نبودیم مکتوب یا ایمیل داده شده که انتخابات فدراسیون شما برگزار میشه اکثر نماینده در این انتخابات حضور داشتن و بدون شک و تردید دا. امو نماینده افغانستان خود قبول دارن مثل فدراسیون هندبال که اونا گفتن در صورتی که نماینده ما حضور نداشته باشه در انتخابات انتخابات برای ما قابل قبول نمی باشه و اداره ورزش افغانستان از نماینده دعوت به عمل آورد در انتخابات حضور داشتن و انتخاباتشون خوشبختانه سپری گردید اما یکی در سونای که نماینده نماینده های فدراسیون در انتخابات حضور نداشتن کماکان در شک و تردید هستند که احتمال از این که در انتخابات کدام تقلب صورت گرفته باشه و هنوز با اون نماینده های قبلی خود در ارتباط هستند که ما مطمئن هستم او بس اونها از مجرای کمیتی ملی المپیک انشالله با آینده نزدیک رفت خواهد در این آخر فعالیت ها و برگزاری مسابقات کم بوده از طرف تربیت بدنی و المپیک خب بحثی. بحثی که در این آخر چون زمستان است و اکثر فدراسیون های ما در, مو در گرفتار برنامه های زمستانی خود هستند و بعض مسابقات و برنامه ها چون در کابل هوا بسیار سرد می باشه یا یعنی حتی یک دوره ما مسابقات والیبال که برگزار کردیم بسیار ورزشکار های عزیز ما که از ولایت آمده بودن به خاطر سردی هوا و مشکلات دیگه که صدرهایشان بود با بسیار اذیت شدند روی همین ملحوظ ما جنتری که برای سال پیش رو آماده ساختیم با همانگی تمامی فدراسیون و تمامی برنامه های ما انشالله از اول حمل و بعد خواهد بود برنامه های المپیک تربیت بدنی و المپیک برای مسابقات المپیک چی است و آمادگی ورزشکاران و دیگر این که در سال 1398 چی برنامه دارین با توجه به که امروز دوم حود است و آقای کبیر هم شاید در این آخرین شهر ورزشی باشه کامده باشن پرسان کنیم که برنامه های سلامت باشین بدون شما شک, شک در بحث اولمپیک 2020 کمیته محترم المپیک آمادگی های خود دارن در قسمت تنظیم نمودن ورزشکاران ما در کمپ های تمرینی و در قسمت حضور ورزشکاران ما در مسابقات کوالیفای که برای مسابقات المپیک می باشه که چند روز قبل ورزشکاران وزنبرداری مازم جمهوری اسلامی ایران کردیدن و همچنین در برای چند روز آینده ورزشکاران جدوی ما خواهند رفت و ما نهایت تلاش خود می که برای سال پیش رو انشالله برنامه های متفاوت تر از سال های قبل داشته باشیم و بتانیم هرچی بیشتر برای ورزشکاران عزیز خود در تمامی رشته ورزشی ارائه خدمات و تسهیلات آماده و های ورزشی آقای کبیر که ما اطمینان داریم بالایش و, میت... و می... یعنی بازیکن که آماده هستند در قالب رشته های ورزشی مختلف و اونا میتونن مدال بگیرن مدال کسب کنن سرمایه که خیلی خوبتر میشه بدون شک ما انشالله برای المپیک 2020 از میال گپای داریم که انشالله یک قرنطینه بسیار قوی داشته باشیم تا اینکه تصاورت بسیار خوب در مسابقه باشه تشکر آقای کبیر از اینکه در برنامه آمدین وقفه